در هیاهوی 10 سال وحشت از یک نام اسامه بن لادن در قلب پاکستان. رهبر شبکه القاعده 2 سال پیش توسط سربازان آمریکایی در نزدیکی اکادمی نظامی پایتخت پاکستان کشته شد. اکنون الجزیره نسخه‌ای از گزارش کمیسیون انتخابات را نشر نموده که به جزئیات نحوه زندگی اسامه بن لادن در اقامتگاهش می‌پردازد. گزارش سهل‌انگاری و بی‌کفایتی در دولت را دلایل دانسته که باعث شد تا اسامه بن لادن نزدیک به 10 سال در کشور بدون اینکه شناسایی شود زندگی کند. اسامه در بهار یا تابستان سال 2002 میلادی به پاکستان رسیده و در مناطق چون وزیرستان، باجاور، پشاور، سوات و هریپور زندگی نموده و در نهایت سال 2005 میلادی در ابتاباد مستقر می شود. به اضافه آن، کاخ سفید امروز یک بار دیگر تاکید نموده که با وجود گزینه خروج کامل سربازان این کشور از افغانستان، واشنگتن هنوز هم مصمم به ادامه مبارزه با هراس افغانی در پاکستان و افغانستان است. اکنون پرسشای اصلی این است که آیا واقعا تنها سهل‌انگاری و بی‌کفایتی عامل دور ماندن رهبر شبکه القاعده از چشم استخبارات نظامی پاکستان بود؟ آیا بدون تمرکز بالای لانه‌های هراس افغانی در همسایگی افغانستان نبرد با هراس افغانی با برد همراه خواهد شد؟ در نهایت نگاه جهان نسبت به پاکستان پس از 2 سال از کشته شدن بن لادن چگونه است؟ سلام و وقت بخیر. بیننده گفتمان از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو هستید. خانم فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان، آقایان سالی محمد ریگستانی عضو پیشین مجلس نمایندگان، جعفر مهدوی استاد دانشگاه و عمر شریفی که تا لحظات دیگر با ما خواهند پیوست. میهمانان گرانقدر خوش آمدید. خانم کوفی با شما آغاز میکنم. شما این گزارش را خواندین. چی چیز تازه در این گزارش نشر شده که مردم نمیدونستند دست کم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما میهمانای عزیز و بیننده های محترم، چیزی که در این گزارش جالب است و مهم است این است که گویا تمام سناریو قسم سازماندهی و تنظیم شده که حکومت پاکستان و دولت پاکستان از چگونگی زندگی و محل اقامت اسامه بن لادن تا زمان کشته شدنش آگاهی نداشتند. چیزی که بسیار مهم در این گزارش برجسته شده می است که به باور ما این بدور از واقعیت است. به دلیل بدور از واقعیت است که خب اولا سازمان استخباراتی پاکستان یک سازمان بسیار قوی در منطقه است، مخصوصا از لحاظ کشف و به دست آوردن معلومات یک سازمان قوی است. چطور ممکن است که در یک کشوری که استخبارات از او حتی علاقمند نفوذ در کشورهای منطقه، در کشورهای همسایش است، در داخل خود کشورش، در مرزهای خود کشورش اونا آگاه نباشند که کسی که مردی که به اصطلاح پرتقاضاترین مرد جهان است یا کسی که همه علاقمند به دست آوردن از او هستند در اونجا زندگی میکنه و کسی معلومات نداره. یکی این جالب بود و دومی بود که خانم پوزش همینجا یک نکته میخوایم اضافه بکنم که در همون متن که میگن که شواهد که نشانگر همکاری نهادهای در حکومت پاکستان باشه دریافت نشد با القاعده، اما در عین حال میگه که از احتمال همکاری نهادهای با القاعده نمیشه چشم پوشی کرد. بله، چیزی که بسیار مهم است، البته امی مثلا مهم است و دومی که خود همکاری خانواده یا به اصطلاح اعضای فامیل اسامه بن لادن در پیدا شدن اسامه بن لادن، یعنی با باور ما با وجود که اسامه بن لادن ادعای رهبری گروه بسیار بزرگ جهانی که به نام القاعده است و حتی اونا به بزرگترین قدرت جهان تانستن رخنه کنن و عمله کنن، در داخل خود خانواده خودش مثلا اعتماد لازم را نتانسته بود ایجاد کنه یا امو کنترل لازم را نداشت. و می یکی از البته در این گزارش یکی از دلایلی که احتمال لیک شدن محل اقامت اسامه بن لادن است مسئله افشا شدن از توسط یک از اعضای خانواده شان است. من فکر میکنم که اونایی که گزارش نوشتن هرچند تلاش کردند که وجهه پاکستان را در سطح جهان قسم نشان بتن که گویا یک بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی حکومت پاکستان باعث از این شده که اسامه 11 سال یا 10 سال در پاکستان زندگی کنه،
اما برداشت شخصی من این است که اینا این بیشتر سناریو سازی و صحنه سازی بود در گروه بررسی مرگ اسامه بن لادن در ایبت آباد. اصل واقعیتی است که دولت پاکستان نه تنهایی که اسامه بن لادن را پناه داد و همکاری کرد و از جریان بود و باش و زندگیش و حتی فکر میکنم عبور و مرورش و انتقالش از یک محل دیگه به محل دیگه در جریان بود، بلکه به عنوان یک وسیله میخواست القاعده را استفاده کنه، در چنگ خود نگه بداره و از او در مقابل جهان استفاده بکنه. سپاسگزار. حالا مرتبط با این بحث گزارش کمیسیون ایبت آباد، آقای ریگستانی، ما میخوایم بفهمم که زمانی که اسامه آمد جزء از جهاد افغانستان شد، پس بعد از او رفت به عربستان و بعدش به سودان فرار کرد و دوباره برگشت و با طالبان پیوست. آیا شما که از جمله کسایی هستین که در او زمان بودین، آل دست کم اگر با بن لادن دیده باشین یا خیر، حس می شد که بن لادن کسی باشه که به عنوان عامل در دست آیسای پاکستان؟ خب یک داستان طولانی داره. عربا در محور مکتب خدمات که عبدالله عظام درست بود در پاکستان یک مرکز ایجاد کردن، بعد در جهاد افغانستان سهم گرفتن. ظاهرا در او وقتی که شوروی به افغانستان تجاوز کرد، تمام جهان اسلام جهاد بر تمام مسلمان ها را فرض عین دانستند، یعنی هر کسی با هر توانی که داره باید جهاد مشارکت کنه. خود عبدالله عظام اصلا هدفش بود که پیدادی از عرب هایی که در جهان هستند اینا بیان، بیشتر فلسطینی ها را در نظر داشت، چون خودش یک فلسطینی بود، آواره بود و میخواست که اینا در این جهاد نقش خود بازی کنن، بعد برن علیه حکومت های خودشان که حکومت های غیر اسلامی میدانستن جنگ کنن و به خصوص بتانن جهاد فلسطین از این طریق تقویت کنن، تجارب بیاموزن و همون فرض ادا کرده باشن، اون فرضی را که بر خودشان بود. بن لادن بعدها رهبر یک جناح افراطی در داخل این جریانه که مکتب خدمات رهبری میکرد به وجود آمد و او مخالفت علنی خود با عبدالله عظام اعلان کرد و او را شخص نرم خوی میدانست و او را فکر میکرد یک مقدار نرمش نارد در برابر بعضی قضایا و خود عبدالله عظام طرفدار از این بود که این یک تعداد عربایی که از کشورهای خودشان آمدن بیان عملیات انتحاری و افراطی را در کشورهای خود انجام بدن. خان یک نام ورزی خردمندانه و معقولیت بود. بعد از اونجا جدا شد و چیزی را به نام القاعده که در اون وقت مثل چیز شبیه به یک انجمن بود، حزب یا سازمان حساب نمیشد، یک جنای جدا از عبدالله عظام ایجاد کرد. عبدالله عظام یک رهبر بلا منازع بر عربایی بود که به جهاد افغانستان می آمدن. از اموجه به روابطشان تیره شد و حتی در میگن که در قتل عبدالله عظام هم جنای افراطی که القاعده و بن لادن در رأسش بود قرار داشت. بعد از اونجا از پاکستان یا خارج شدن و با کشورهای دیگر رفتن. همین گمانه‌زنی بیشتر مطرح میشه زمانی که شما میایین بحث ترور عبدالله عظام را مطرح میکنن، اگرچه خانواده‌اش، پسرش و خانمش میگن که هیچ ممکن نیست که شاگردش بیایه و استاد خود را ترور بکنه. میگن که پاکستانی و فرانسوی در پس این ترور بود. آیا واقعا این گمانه‌زنی میشه پذیرفت که پاکستانی ها دیگر میخواستن که جاگزین مثل اسامه بن لادن را به جای آقای عظام باشه؟ اصلا اگه شما خود تاریخ روابط سازمان استخبارات پاکستان ببینین، چون پاکستان در یک وقت تشکیل شد که مهاتما گاندی هند بریتانیا را شکست داده بود و اونا خارج نشدن از جزیره، از شبه قاره هند، در قدر شمالش پاکستان بود باقی ماندن و از اون وقت گروه های افراطی بحث ابزار سیاست خارجی پاکستان همیشه مورد استفاده بوده، البته در اون وقت در جبهه هند. بعدها آهسته آهسته که علاقه به مسائل افغانستان، بحث عمق استراتژیک، موضوع کنترل آبها، تشکیل یک حکومتی که با پاکستان یا با اسلام آباد رابط نزدیک داشته باشه، بعد هموطی باشه، وقتی این تئوری ها مطرح شد، اونا وقت القاعده را هم باعث یک ابزار استفاده کردن، چون یک سازمان قوی بود که در جهان نفوذ داشت. به این ترتیب گروه های افراطی و سازمان های افراطی باعث ابزار سیاست خارجی پاکستان از طریق استخبارات همیشه جزء استراتژی سیاست خارجی پاکستان بوده. سپاسگزارم. حالا با این گزارش کمیسیون و باز همون گذشته تاریخی آقای شریفی، چیز دیگه که در این گزارش گفته شده که 6 سال حکومت پاکستان نمیخواست که این گزارش افشا شود و درز بکنه. فکر میکنید چه نکته هایی در این گزارش بود که حکومت پاکستان نمیخواست که نشر شود؟ با سلام به شما، به دقیق نمیتونم بگم که چی نکته های در وجود داشت، ولی حداقل واضح بود که تا سال 2007 به هم به آمریکایی ها مشخص بود و حد هم به استخبارات افغانستان که بن لادن در پاکستان وجود دارد، در نزدیکی ایبت آباد وجود دارد. یک دوم، گزارش های هم بسیار وجود داشت در مورد تماس مقامات امنیتی پاکستان با تا
طالبان با القاعده، با رهبری القاعده. گزارش های هم بود از تسهیل رابط القاعده با طالبای پاکستانی، با طالبای افغانی، از تأکید ایر مقامات پاکستان تسهیل کرده بود و بالاخره هم گزارش های هم بود در مورد امو ترانزکشن هایی که صورت می گرفت، انتقال پول از کشورهای عربی توسط آپراتیف های یا عامل های القاعده به طالبا، به لشکر طیبه، به گروه حقانی است با حمایت مقامات پاکستانی. بران دقیقت هم بود تصویر کلیشه، گرچه بسیار مشکل است کدام تمام جزئیات از ایره بفهمه چون بسیارش هنوز محرم است، ولی هم تصویر کلیه که ما داره میبینیم که بسیار رابطه ارگانیک، فعال، عملیاتی وجود داشته و مثلا گرچه در ای که مثلا خود بن لادن به شکل یک آمر یا یک قماندان این رهبری میکرد تا یک حالت نبود، ولی نفوذش و مثلا استفاده از هیبت و صلابتی که بن لادن به وجود آورده بود و بالاخره نفوذی که در کشور عربی داشت بسیار خوب این راندازی میشد، هم بر تمویل، هم بر جذب منابع، هم بر اکمالات و هم بالاخره به خاطر هم ایجاد روحیه و این مسائل. اگر کدام چیز مانده باشه همین موضوع است. ما کدام رابط غیر ارگانیک وجود نداشت، اگر رابط بسیار ارگانیک وجود داشت. اگر شما میگین که رابط ارگانیک به ویژه پس از 2007 برای حکومت افغانستان، برای آمریکایی ها هم روشن بود که اسامه بن لادن در پاکستان و حتی از جایش که ابتابات باشه شما میگین که آگاهی وجود داشت، یک سوال در ذهن پیدا میشه که زمانی که آمریکایی ها بیشتر در اینجا حضور پیدا میکنن و زیر نام مبارزه با هراس افکنی و ویژه مسئله القاعده و پس از 2001، چرا حالا آمریکایی ها نمیتونن اقدام بکنن تا منجر به دستگیری در همشکستن رهبری القاعده یا هر چیز دیگه که شما بخواین نام بتن؟ این سوال هم به فکر کنم که باید اگر امریکایی اول در نهایت پاسخ بزنه که مثلا دولتش کار کرده باشه، ولی امو از امو درک کرده که به طور مثال ما از چی دارم، از نحوه تصمیم گیری دولت امریکا در قضایی که علاقر ارتباط به القاعده داشت، ما ببینیم که در سال 98 و در 99 فضا مساعد میشه دولت امریکا اقدام نمیکنه، بعدن بعد از سال 2002 فضا مساعد میشه دولت امریکا اقدام نمیکنه باختر که سر ما در 98 اقدام کرد دیگه، دست کم امریکایی ها حمله کردن در حالت رسیده بود. من فکر کنم که امیا مشخص شد که گروه کماندویز یا میان داخل پنچر میشن در یک رابطه با مصعب مسعود برقرار میشه، احمد شاه مسعود یک تیم هم حتی به طرف لغمان به طرف درون ته اعزام میکنن، در اینجا سوء تفاهم ایجاد میشه و بالاخره عملیات صورت نمیگیره و پس برمیگردن. حاضر قیاس قضیه هم که در قندهار صورت میگیره و جنگ اشبام تا حدی مسائل تشریح شده، ولی اگر اتک یک دلیل ما برای این فکر کنم که در چرا مثلا بعد از سال 2007 8 9 10 اقدامات صورت نگیره، من زیادتر فکر میکنم که در اون زمان ما میبینیم که تقریبا تمام منابع که بتونه اگر عملیات فرامرزی را از طریق افغانستان داخل پاکستان ایجاد کنه تمام از این منابع انتقال یافته بود به عراق، حتی ساتلایت هایی که به طور مثال عبور و مرور در سرحد افغانستان و پاکستان کنترل میکرد از 102 یا 103 ساتلایت به 35 ساتلایت کاهش پیدا کرده بود، دیره کشیده بودن برده بودن. تیم های عملیاتی خاص که مثلا در ماورای سرحد عملیات میکرد یک کاهش بود، منابع به سرج که در عراق یادمو زیاده هست قوی که در عراق صورت گرفته بود تمامش به اختصاص یافته بود، و از طرف دیگه ما میبینیم که بحث عراق به حد بالا شده بود که دولت بش مطلق کاملا به اصطلاح زیر گرفته بود. از یک طرف تازه بعد از آمدن اوباما 2009 که اوباما میاد تا سال 2010 که یک تصمیم بالاخره شکل کاخ صفحه تصمیم خود میگیره شورای امنیتش که ما اقدام میکنیم و بعدن در طول یک سال دیگه هم ناحیه زیر به کاملا تثبیت میکنن و اقدام میکنن. مثلا اگر تنها بس تکنیکیش بگیم دلیل تکنیکیش دایی میبینم، حتی اگر دلیل سیاسی هم فکر کنیم یام بسیار واضح بود که آمریکایی ها بسیار با احتیاط با پاکستانی ها برخورد میکردن و هنوزم بسیار با احتیاط با پاکستانی ها برخورد میکردن. این مسئله آقای مدوی شما رابطه با ملل تدریس میکنین، یک سوال هر از گاهی مطرح میشه، زمانی که برای آمریکایی ها بیشتر روشن میباشه، حالا اگر از تاریخش هم دست کم از 2007 مد نظر بگیریم که اسامه در خاک پاکستان است یا در مجموع رهبران القاعده در پاکستان است، این که آمریکایی ها اقدام نمی کنن، آیا فکر می کنن اون عامل نبود امکانات لازم هست یا چیز دیگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام احترام خدمت بینندگان عزیز من دارم است. من فقدار عنصر امکانات را احتمالش ضعیف می بینم. بسیار از رفتارهای آمریکا در سطح منطقه، نه تنها در منطقه پرآشوب خاورمیانه، آسیای مرکزی و شبه قاره هند که ما درش قرار داریم، در بسیاری از نقاط جهان آمریکایی‌ها بر اساس یک سلسله تعاملات و زدوبندهای سیاسی و بدبستان‌های سیاسی معمولا مناسبات خود تنظیم میکنند. من فکر میکنم که
اولا که در درون خود آیسای پاکستان قطعا جریانی که متمایل به القاعده است یا ریشه های و نفوذ القاعده رو ما در درون آیسای قبلا هم تجربه کردیم. ما یاد ما نرفته است که فکر میکنم سال 1997 یا 98 بود که وقتی پایگاه خسرو آمریکا 98 از اقیانوس هند مورد حملات قرار داد، چون به آیسای پاکستان اطلاع داده بود که ما از مسیر موشک های ما از خاک از فضای هوای پاکستان عبور میکنه، تقریبا 12 ساعت قبلش اسامه مطلع شد و پادگان خسرو را تخلیه کرد و جز چند نفر از اعضای بسیار عادی القاعده که در اونج کشته شد، دیگه سران القاعده میگه قبلا 12 ساعت قبل پایگاه را ترک کرده بود. پس ما با توجه به این ذهنیت به این نتیجه میرسیم که تا هنوز هم نفوذ القاعده در درون آیسای پاکستان، در درون اردوی پاکستان یک حضور گسترده و قابل توجه است. و اینکه کمیته مشترک گزارش را تهیه کرده، من فکر میکنم که این میتونه یک چراغ سبز برای پاکستان باشه که عملا امریکا میخواهد که به پاکستان این چراغ سبز نشان بده که ما یک بار دیگه میخواهیم که بسترها و زمینهای تفاهم و گفتگو و آغاز یک فصل جدید تعاملات سیاسی و استخباراتی را در سطح منطقه مخصوصا در افغانستان شروع کنیم. این میتونه یک چراغ سبز به اون مفهوم باشه. و هرگز ما پذیرفته نمیتونیم که در نزدیکی یک مرکز نظامی عمده در ایبت آباد اسامه در اونجا سکونت داشته باشه. و جالبی است که همراهان خود چندین مرتبه برآمده و رفت آمد داشته و حتی و ای از دید آیسای پاکستان بیرون مانده باشه. یک مسئله و مسئله دیگه بود که من فکر میکنم بین تعدادی از سران آیسای پاکستان، اردوی پاکستان و مقامات نظامی پاکستان و مقامات ملکی پاکستان بحث در واقع قتل اسامه فکر میکنم قبلا پلان شده بود و او اینا با توافقاتی رسیده بودن. ای که پاکستان یک واکنش آنی سعی کرد نشان بده بعد از رفتن هلیکوپترهای آمریکایی، اونا جتای خود بالا کردن و محکوم کردن، من فکر میکنم بیشتر به نوعی تلاش برای کاهش حساسیت های نیروهای بنیادگرا در سطح جهان اسلام بود. به هر حال طبیعی بود و عالم ما میبینیم که نفوذ القاعده در بسیار از کشورهای اسلامی و حتی در اروپا و آمریکا گسترش پیدا کرد و این پاکستان به دلیل جلوگیری از انتقام گیری های بعدی اعضای القاعده شاید او موضع را از خود نشان داد. ولی یک موضوعی که بدیهی است و تا حدود آیسای هم تلاش کرده که سر ازی سرپوش بگذاری است که نفوذ القاعده در درون آیسای نفوذ گسترده است، اما سران ملکی مخصوصا طرفداران حزب مردم پاکستان که بیشتر پنجابی ها بودن و در درون اردو هم نفوذ دارن، اونها هم تلاش های خود کردن که بتانن در واقع بیشتر با استفاده از حمایت های امریکا در برابر نفوذ مقاومت بکنن. ولی ما میبینیم که چندان موفق نبوده و نفوذ القاعده در درون آیسای پاکستان یک امر فکر میکنم تا حدود انکار ناپذیر باشه. و مسئله دیگه است که ببینید القاعده یک مجموعه امروز تبدیل شده به یک مجموعه بسیار پیچیده. همونطور که رگستانی صاحب اشاره کرد، وقتی ابتدا مکتب خدمات المجاهدین به ریاست عبدالله عظام تشکیل میشه، یک جریان افراطی تر از درون از او که بیشتر اونا طرفدار استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز برای احیای جنبش خلافت بود، چون عبدالله عظام به دنبال احیای جنبش خلافت بود و به دنبال عناصر میگشت که بتونه او رو به عنوان خلیفه علم کنه. خب سر شاه اردن یک از گزینه‌ها بود که او چون در خدمت برنامه انگلیس بود نتونست. ولی ما میبینیم که جریان افراطی در درون مکتب خدمات المجاهدین قاعده الانصار به وجود میاره که میشه القاعده. و این جریان عملا نیروهایی که به دنبال استفاده از روش های مسالمت آمیز و اجتماعی و خدماتی بود، اونها را آرام آرام باشه میرانه و جریان بنیادگرا که به دنبال استفاده از ابزارهای خشونت آمیز است او رشد میکنه. و امروز ما میبینیم که القاعده اتفاقا در انحصار اونم جریان افتاده. در بسیار از کشورها ما میبینیم که اونها حضور داره و امروز طالبانی که تلاش داره به نحوی در ساختار قدرت افغانستان شریک شوه، تلاش میکنه با استفاده از مکانیزم ها و روش های خط فاصل بین خود و او جریان افراطی القاعده را برای دنیا به اثبات برسانه و با استفاده از این روش بتانه که خود در ساختار مناسبات سیاسی افغانستان سهم بسازه. خانم
همون گفتی. حالا این نفس گزارش را برش پرداخته نمون نکتای برجسته‌ای که دست کم در این گزارش اشاره شده بود که شما با بخش از اون موافق هم نیستین. در نهایت بیش از 2 سال شد رهبر القاعده، البته رهبر پیشینش کشته شد دیگر. اسامه بن لادن وجود نداره. نتیجه چیه؟ چند مسئله بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در معادلات جهانی تغییر کرد. اولا برداشت ما القاعده دیگه او یک گروه فعال آسیای جنوبی و منطقه آسیای جنوبی و حتی آسیای مرکزی نیست. هرچند ظاهرا طالبا تلاششان به این است که به سطح جهان نشان بتن که رابطه ها و پیوند های سیاسی با القاعده ندارن، ولی در حال حاضر گروه طالبا با حرکات به هر صورت تروریستیشون در افغانستان و در سایر نقاط آسیای میانه مخصوصا افغانستان و پاکستان در حال بدیل شدن به شبکه القاعده هستند. دوم، با کشته شدن اسامه بن لادن اما ارگانیک بودن القاعده تا حد زیادی در سطح جهان صدمه دید. اما آیا با صدمه دیدن ارگان به نام القاعده فعالیت های القاعده در سطح جهان صدمه دیده یا به اصطلاح کاهش پیدا کرده یا ضعیف شده؟ نه خیر، به این دلیل ضعیف نشده که القاعده در زمان فعالیت هایش در آسیای مرکزی و در آسیای جنوبی و مخصوصا در افغانستان هم یک گروه بسیار سیستماتیک و فعالیت های بسیار ارگانیک و فعالیت های تشکیلاتی نداشت. اونا با استخدام افراد، با استخدام به اصطلاح شبکه ها برنامه های خود پیش می بردن. در امی گزارش هم واضح شده که حتی شکل زندگی و حرکت را که مدت 10 سال را که اسامه بن لادن در پاکستان داشت به شکل بسیار سیستماتیک و تشکیلی، یعنی همه چیز تقریبا به شکل اپراتیفی بوده و به شکل سازماندهی آنی بوده. به این اساس او قوتی را که القاعده در دوران بودن اسامه بن لادن که تقریبا چهره اصلی القاعده اسامه بن لادن بود داشت نداره. اما آیا طالبا واقعا آنچه که تمثیل میکنن در سطح جهان و میخواین نشان بتن که دیگر رابطه با القاعده ندارن، این واقعیت داره یا نه؟ به برداشت ما طالب یک پروژه طرح شده از طرف انگلیس، تمویل شده از طرف شیخای عرب و تطبیق کنندش یقینا پاکستان و آیسای پاکستان بود. با توجه به چند چیز مشترکه که بین طالب و القاعده وجود داره، ما برداشتم ایست که هنوز هم خط فکری مشترک و رابطه های مشترک بین طالب و القاعده وجود داره. یک مسئله شما بهش میپردازم. اولا خود بستر طبیعی را که اینا در افغانستان و پاکستان برای رشد و فعالیت سیاسی و فعالیت های نظامی خود استفاده میکنن، به اصطلاح عناصر بنیادگرای منطقه‌ای در افغانستان و پاکستان یک ابزار، یک وسیله خوبی بوده به دست طالب و در زمانی که القاعده بود به دست القاعده، که هنوز هم این ابزار وجود داره. هنوز هم در مناطقی از پاکستان و در مناطقی از افغانستان متاسفانه بستر بسیار طبیعی و گسترده برای فعالیت‌های طالبا و القاعده به هر صورتش وجود داره. چیز دیگه که مهم بود البته در بحث فعالیت طالبا و دست یافتن انگلیس توسط شرکت یونیکال به کشورهای آسیای مرکزی که انگلیس و امریکا اساسا طرح اولی طرح انگلیس بود. هنوز هم او علاقمندی رفتن و به اصطلاح ایجاد پایگاه ها در کشورهای آسیای مرکزی هنوز هم وجود داره. بنان ما باور ما این است که با این شعار که گویا طالبا وابستگی و رابطه با القاعده ندارن احتمالاً به شکل سیستماتیک و ارگانیک و تشکیلاتی رابطه نداشته باشن، ولی پیوندهای عمیق فکری و پیوندهای عمیق ایدئولوژیک هنوز هم میان دو گروه وجود داره و این ظاهراً طالب میخواهد در سطح جهان از مراودات جدید دیپلماتیک استفاده کنه که امو دیپلماسی نو است و حتی دفتری رام که در قطر ایجاد شد میخواهند نشان بدن که مسئولیت پذیر هستن به سطح جهان و آماده هستن که مقابل رسانه ها حاضر شوند، ولی واقعیت قضیه ای است که از لحاظ فکری اینا دارای یک خط مشی فکری هستن و کمتر ما میتونم باور کنم که اینا با هم رابطه ندارن. خیلی ریگستانی، حالا اگر بدتر بپردازیم به این چگونگی رابطه میان القاعده و طالبان، در نهایتش چیزی که بیشتر پس از کشته شدن اسامه بن لادن یا در مجموع پس از ایجاد القاعده مطرح میشه این است که حالا نمیشه تعریف برای کسایی که مرتبط با القاعده بوده را کرد.
اگر هر کی یک بمب در دست داره، همون قسمی که احمد رشید میگه در یک جای انفجار میته، یعنی مرتبط با القاعده. یعنی بر اساس این مفکوره ذهنیت القاعده محور الان شکل گرفته و این بیشتر در پاکستان است. زمانی که شما پس از کشته شدن اسامه بن لادن شعارهای به حمایت از او را در پاکستان میبینید و صراحت اعلام میکنن با عکس های اسامه بن لادن، این ذهنیت خلق میشه که دیگر شما به دنبال از این نباشین که القاعده یا در مجموع فعالیت راسفگنی مرتبط با القاعده ختم شده ببینن. شما هم چنین فکر میکنین؟ این القاعده اصلا چند تا ویژگی داره. یکی این نهاد یا این سازمان یک سازمان عربی است، سازمان غیر عربی نیست، یعنی عجمی نیست. و این که عجم هم دوج اشتراک دارن و به خاطر ازی بود که میخواستن یک منطقه آزاد شده در این جا به وجود بیارن، بعد از اینجا بتونن فعالیت خود گسترش بدن. اساسا یکی از ویژگیش که یک سازمان عربی است. دوم ویژگیش که سازمان ضد آمریکاست و ضد غرب است. سوم ویژگیش که ضد حکومت های خود عربی است که اونا را غیر اسلامی میدانند. این سه تا ویژگی را داره. القاعده میخواست در این منطقه، اول در افغانستان، البته نسبلا این افغانستان بود، میخواست در اینجا افغانستان توسط طالبان به حیث یک ابزار یا به حیث یک متحد آزاد کنند و یک منطقه آزاد شده داشته باشند برای فعالیت های خود. و ما میبینیم که یک مدت کوتاهی که حتی در کابل طالبان بودن، چندین تا آزمایشگاه مواد کیمیایی داشتن، سرای بمب های کیمیایی کار میکردن، تعلیمگاه داشتن، آموزشگاه داشتن. این سه تا ویژگی القاعده داره. بعد القاعده به خاطر ایجاد یک پایگاه، یک منطقه آزاد شده که یک شرط به خاطر مبارزات طولانی است، یک مثلث ترور تشکیل داد که طالبای پاکستانی، طالبای افغانی و القاعده. در این مثلث القاعده واقعا القاعده است، به خاطر اینکه منابع تمویل اصلی خود القاعده است و هم پاکستانی از او استفاده میکنن، هم طالبای پاکستانی، هم طالبای افغانی. بعد از اینکه ضرباتی که خورد القاعده تقریبا منتشر شدن این فعالیتاش از نقطه نظر نظامی چند تا جغرافیای دیگه پیدا کرد. یک جغرافیش صحراست در کشورهای عربی در افریقا، یک منطقه بسیار وسیع است که تازه زیر کنترل نامده. پایگاه دیگه در یمن است. سه تا پایگاه فعلا اینا دارن: پاکستان، منطقه صحرا در افریقا و یمن در جنوب عربستان. سه تا پایگاه است که تو نه اینجا القاعده از بین رفته، نه اینجا القاعده نابود شده، اما نه هیچ با گفته میتونه وجود ندارن. چیزی که تغییر کرده است که القاعده به دلیل اینکه یک جغرافیای آزاد شده کامل نداره و به خاطر موضع‌گیری دنیا علی القاعده تقریبا فعالیت‌های خود زیر زمینی انجام میده. در انجام این فعالیت‌ها در یگانه جایی که در اینجا یک دولت به او همکاری میکنه پاکستان است. در یمن در یک منطقه کوهستانی است، در صحرا یک صحرای وسیع عربی است که در اونجا دی دشت ها اینا بسیار متحرک میگردن، دولت‌ها امرشان همکار نیست. اما در اینجا یگانه جایی است که در اینجا سازمان استخبارات پاکستانی بلکه دولت پاکستان با القاعده کاملا همکاری داره. من خودم شخصا در یک مصاحبه خود در سال 2001 گفتم، پرسان کردن بن لادن کجاست، من گفتم در اسلام آباد. آقای کرزی در یکی از ملاقاتاش که با جنرال مشرف داشت یک اشتباه انجام داد و در اونجا رفت از اون خواست که بن لادن هم در اینجا است و ملا عمر هم است. اون گفت شما سند دارین؟ واقعا وقت دستگاه امنیت مایی را داشت، واقعا امرالله سالی رئیس بود. اونا گرفتن عکس های هوایی، محل اقامت، شماره تلفن، ثبت صدای اشخاصی که امروی ملا عمر بودن در خود اسلام آباد و در فاصله بسیار نزدیک جایی که مذاکره با آقای کرزی بود پیش روی آقای مشرف گذاشتن. بعد آقای مشرف هم بسیار خونسرد گفت خب من چیزی نمیدونم، فردا براتون جواب میدم. فورا ملا عمر از اونجا جایش تغییر دادن، گفتن اطلاعات شما نادرست است. یعنی این واضحه که در اونجا است. جایی که عیبت آباد ما شما میگیم یکی از مناطق محفوظی خود سازمان استخبارات پاکستان. شما که پاکستان رفته باشین استخبارات به هر صورت تمام افسرهای اردوی پاکستان در مناطق محفوظ شده زندگی میکنن که هیچ کس دیگه اجازه داخل شدن. حالا اگر چه شما از پرویز مشرف یاد کردن، در کتاب خودم میگه که اگر روز رهبر القاعده در پاکستان یافت شود در به تمرخص در به تمسخر میگه که یعنی چون چیز ممکن نیست. اما آقای ریگستانی یک چیز دیگه که به عنوان سوال باقی مونده ای است که حالا اگر شما بیاین سازمان مثل القاعده را به عنوان یک نهاد مطرح بکنین و بیاین بگوین که بیشتر کسایی که عرب هستن، ملیت عربی را دارن، ده شامل هستن، چگونه ممکن هست هزاران تن میرن در جاده های پاکستان میریزن و عکس های بن لادن را بلند میکنن و او را قهرمان میشمارن؟ خب به خاطر که هزارات مدرسه شما دارین که اونجا سربازگیری میشه برای طالبان. بیشتر گفتم بین طالبان، یعنی شما تفاوت قائل نمیشین در نهایتش بین القاعده و طالبان؟ به هیچ صورت. ببینید از نظر افراطی بودن بس گروه های افراطی نو نیست، حتی در زمان خود پیغمبر علیه السلام هم بودن. مهمترینش خوارج در زمان حضرت علی بود. در طول 1400 سال همیشه گروه های افراطی وجود داشتن که معتقد به کشتن مخالف بودن، نه تحمل. سپاسگزارم. بیننده گفتمان از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو بودید.
حالا پس از دو سال از کشته شدن بن لادن، نگاه غربی ها به ویژه آمریکایی ها نسبت به پاکستان چگونه است؟ پس از میان برنامه کوتاه آقای شریفی پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید. حالا پس از بیشتر از دو سال از کشته شدن اسامه بن لادن، نگاه غربی ها به ویژه آمریکایی ها نسبت به پاکستان چگونه است؟ آقای شریفی. اما انتظار عمومی بود که مثلا بعد از بحث بن لادن یک تکان ماده غرب ببینیم. غرب بحث مسئله را که افغانستان مطرح میکنه که اساس مشکل در پاکستان است تیر جدی بگیره، ولی واقعیت اتفاق نیست. اما اگر ما گگانه دیدی را که فعلا در غرب میبینیم در مورد پاکستان است که امو گفتمان پاکستانی در مورد طالبا و القاعده برداشته و میگه که القاعده یک پد پیدا است و طالبا یک پد جداگانه است، باید ما باید دوگانه برخورد کنیم. ما نمیتونیم که یار منحیز یک گروه بشماریم بحث تروریسم یا یک طرف گذاشتن. اولی را میبینیم. دوم اصولا ما کدام یک سیاست متداومه که سر از او که بعد مختلف سنجشته باشه بین غرب و پاکستان نمیبینم، مخصوصا بین اداره اوباما با پاکستان مشاهده نمیکنم. ما میبینیم که وقتی که در زمان هیلری کلینتون یک نوع تفکر وجود داشت در رابطه بین افغانستان و آمریکا و پاکستان، با آمدن جان کری ای بیخی تغییر کرد، حالا بسیار نزدیکتر شده و به اصطلاح در قلون البته تصور ما هستی که اونمو مباحث را که پاکستان در مورد افغانستان مطرح میکنه، دلایل را که مطرح میکنه تقریبا موضوعی هست که به غرب حال همیر برمیداره. بازار 2014 هم بسیار گرم شده، در هر جای در سر از این تبل میکوبن. بنان اما رای حلی را که پاکستانی ها سر مسئله افغانستان مطرح میکنن، بازار دوحه، بحث گفتگو با طالبا، مشروعیت بخشی با یا در حقیقت اگه آدم در نهایت هم تمام نشانه ها را ببینم، من میبینم که نه تنها رابطشان خراب نشده بلکه یک ذره خوب هم شده. جالب همینجا است آقای شریفی، یک نگاهی که بیشتر مطرح میشه این است که اگر بحث آمریکایی ها را در حضور در افغانستان میبینین این ابزاری است، دیگر اینجا بهانه‌ای است برای موجودیت زیر نام مبارزه با آرسفگنی، در غیر او چرا فشار لازم بالای پاکستان وارد نمیشه. بحث دومی است که اینمی توانایی را غربی ها با ویژه آمریکایی ها ندارن. شما فکر میکنید کدامش وزنش بیشتر است؟ من فکر نمیکنم که مثلا اگر ما فکر کنیم که افغانستان یک بحث ابزاری است، پاکستان یک بحث اصلی هست، کلید افغانستان با دست پاکستان است و اگر به این خاطر غربی ها مخصوصا آمریکایی‌ها با پاکستان درست برخورد کنن، باز اگر مثلا یک قدم بعدی زیره ببینیم که خب آیا پاکستان ظرفیت کنترل ما را داره، آیا پاکستان ظرفیت کنترل طالبان را داره، آیا داستان 1990 که در نبود هیچ ارتباط هنوز هم با طالبان مثلا مبارزه که طالبان صورت گرفت در نبودن هیچ امکانات با نتونستن کنترل بکنن، پس ای در یک نقطه بود بست پیدا میکنه. باز اگر در بحث دوم شما بیایم که خب غرب امکانات نداره، منابع نداره، زورش نمیرسه، امکانات نداره که ایره برخورد کنه، یا تا حد مثلا ما میگیم که خب ما ضرورت باید به یک لشکرکشی میلیونی در این مورد نداریم، اینجا نهادهای قانون حقوقی بین ملی هست، آدم از طریق میتونه سرز برخورد کنه، بحث اقتصادی مطرح هست. ولی و بالاخره اگر یک بازار سیوم مطرح کنیم که ما در اداره اوباما با یک سردرگمی مطلق در قبال قضیه افغانستان مواجه هستیم، با یک تصاد حتی تضاد دیدگاه در بین ادارات مختلفش که وزارت خارجه هست، دفتر نماینده ویژه هست، وزارت دفاع آمریکا هست، استخبارات آمریکا هست، قصر سفید هست، در بین ازیا ما میبینیم که اصلا یک هماهنگی نظر در مورد ازی که حتی در مورد کلیات نوعیه ارتباط با افغانستان و بیا قضیه افغانستان نمیبینیم. و با 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 از طرف دیگه مثلا ما میبینیم که رابطه ما من حیث یک دولت افغانستان با غربی ها داره احسن مفهومش خدت است میته به یک حالت قار و ناز و جنگ و دوستی و یک حالت تبدیل شده که آدم اگر خم بخنده میانه که آخر ما چی میخوایم. نه اگر همین قصه بحث دوحه را میبینیم که دولت افغانستان البته در این واضحا شریک بود که دفتر طالبا باز شوه، در این قرارداد هم بین کیری و کیانی و جناب رئیس جمهور و کرزی هم در این مسئله بود، ولی بازن پاسکشی میشه. بالاخره یک بازی مسخره را آدم در جانب افغانیش هم میبینه که اگر تمام از این یار در بس بت کل از این تصاویر با هم یک جای کنیم، اما نتیجه گیری من ایسته که من از اول بحث عدم هماهنگی بین نظرات بین گروه های مختلف دولت افغانستان چی دولت افغانستان چی آمریکا مطرح میشه، در نهایت اونم یک سردرگمی کلی سیاسی در مورد دید آمریکا در قبال افغانستان که اونم منافع راهبردی فدای منافع پاپولیستی شده.
در جا بیشتر بحث ایزی که به چقدر خوش چهری خوب به مردم روابطم در کوتاه مدت این غلبه پیدا کرده برای که مثلا ما یک دید دراز مدت راهکاری یا بردی سر مسائل قضیه افغانستان داریم. آقای مهدوی، دو موضوع است اینجا. اول، آیا شما هم موافق هستین که آمریکایی ها واقعا سردرگم هستن و نمیدونن چه کار در افغانستان انجام بدن؟ دومی که منافع راهبردی بیشتر قربانی اون منافع عوام فریبانه شده. ما میخوایم که برای پاسخ به پرسش دو تا فرضیه رو مطرح بکنیم. ما فکر نمیکنم که ما در صدور یک حکم کلی در ارتباط با شبات های فکری بین القاعده و طالبان مشکل خود بتونیم حل بکنیم. تصور ما است که ما رابطه القاعده و طالبان را باید به دو مقطع زمانی از اندیار تفکیک کنیم. یک مقطعی بود پیش از حوادث 11 سپتامبر بود که و پیشتر از او حتی که شباهت بین القاعده و طالبانی بود که هر دوی از اونها در کاتگوری جریان‌های نیو فندامنتالیسم یا بنیادگران نوین قرار می گرفتند. تفاوت بنیادگران نوین و بنیادگران دیگه ای است که بنیادگران نوین به دنبال کسب قدرت سیاسی نیست، بلکه به دنبال اصلاحات اجتماعی در جامعه اسلامی است. در راستای مشوار که طالبان داشتن که تطبیق حکم خداوند در زمین خداوند، ولی زبانی که طالبان میان در کابل میان و عملا قدرت به دست میگیرن، در واقع طالبان از یک جریان نیو فندامنتالیسم خارج میشه و عملا تبدیل میشه به یک جریان فندامنتالیست که به دنبال کسب قدرت سیاسی است. و در درون طالبان هم دو دسته بودن. در اون زمان مجموعه حلقی وکیل احمد متوکل یک جریان بود که به شدت مخالف اسامه بود و حتی اسامه در صحبت‌های خود بارها گفته بود که ما دو تا دشمن اصلی داریم، یکی آمریکا و یکی وکیل احمد متوکل که زمان وزیر خارجه بود. و اما بعد از حوادث 11 سپتامبر من فکر می‌کنم که مخصوصا در اواخر دو سه سال اخیر یک انقطاع فکری در حال رخ دادن هست، در حال رخ دادن است. ممکنه در اصول یک سلسله اشتراکات ایدئولوژیک و فکری و دغدغه‌های مشترک بین خط فکری ایدئولوژیک طالبان و القاعده موجود باشه، اما اینها دیگه اولویت های از اینا در حال تفاوت است. اولویت طالبان امروزی است که چگونه میتونه به قدرت سیاسی در افغانستان دست پیدا کنه، در حالی که القاعده هنوز دغدغه ایجاد اصلاحات اسلامی به زعم خودشان در کشورهای اسلامی داره و در کشورهای غیر اسلامی. یک مسئله دیگه است که یک فرضیه رو ما باید قطعا در تمام تحلیل های خود در نظر بگیریم. دیگر آمریکا و مجموعه غربی ها بنا ندارن افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل از زاویه دید افغانی ببینه. یقینا در تعیین اولویت های آمریکا امروز پاکستان تعیین کننده است. شما میبینید و این نکته مهم را هندی ها دقیقاً درک کرده. وقتی می در برابر درخواست رئیس جمهور افغانستان که از اونها سلام میخواد و هندی که تلاش میکنه و حوزه افغانستان برای اونها حوزه حساسیت برانگیز و استراتژیک هم است، این پیشنهاد رد میکنه، هندی ها متوجه نکته شده است که امروز نگاه جامعه جهانی و مشخصا غربی ها و امریکا به سمت پاکستان است و هند نمیخواد در این معادله خود قربانی افغانستان بسازه. یک مسئله. اما اینکه واقعا امریکایی ها بی برنامه بودن، من رو بعید میدانم. امریکایی ها برنامه خود از مدت ها قبل تنظیم کرده و مرحله به مرحله در حال پیشرفت است. چیزی که میتونه در برنامه امریکایی ها تعلل ایجاد بکنه یا مزاحمت بکنه، رفتارهای کنترل ناشده و پشیمانی ناشده است از سوی مقامات حکومت افغانستان است که قبلا در پروگرام های از اونها نبوده، پیش بینی نشده و این میتونه تعلل ایجاد کنه. من یک مثال برای شما برای اثبات گپ خود بگویم. وقتی آقای اوباما میگه ما تا 3 ماه دیگه موافقتنامه همکاری امنیتی امضا شده میخواهیم، این به این مفهوم است که برای جمهور افغانستان میگه که بیش از این مزاحم تطبیق پروگرام های ما نباید شه و برای رسیدن به این موضوع او از تمام ابزارها استفاده میکنه. وقتی که می بحث طرح صفر مطرح میکنه که خروج قطعی قوای آمریکایی از افغانستان تا ختم 2014 و قطع کلی کمک ها، به این مفهوم است که آمریکایی ها تلاش داره برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور افغانستان عملا مردم را در برابر رئیس جمهور قرار بده. و این موضوع من فکر میکنم که اتفاقا من بسیار بعید میدانم که آمریکایی ها واقعا اونا دچار سردرگمی شده باشه. احتمالا همون مزاحمت هایی که است اندک تحلول ایجاد میکنه، ولی امریکایی ها ما میبینیم که از بعد از 2001 تا حال قدم به قدم برنامه های خود مطابق پلان های خودش که ده ها شواهد ما داریم در حال تطبیق کردن است و ما بعید میدانم که حکومت افغانستان بتونه که مقاومت بکنه. تنها چیزی که در اینجا اتفاق میفته است که حکومت افغانستان تلاش میکنه از
فرصت ها و درز هایی که در میان به وجود میاد تلاش کنه از اون درز ها بتونه که گپای خود بقبولونه به طرف آمریکایی که آیا در این مرحله واقعا چطور موفق میشه معلوم نیست. حالا با این بحث آینده عراس افغانی به ویژه القاعده در افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگر، زمانی که امروز هم کاخ سفید اعلام میکنه که در نهایتش گزینه صفر روی میز هست، ولی ما همچنان به مبارزه با عراس افغانی در افغانستان و پاکستان مصمم هستیم، و زمانی که گفته های سخنگوی رئیس جمهور کرزی را آدم میشنوه که میگه آمریکایی ها قصیره ندارن که افغانستان را ترک بکنن و این فقط یک هیاهوی تبلیغاتی است، فکر میکنین چه چیزی میشه برداشت کرد؟ برداشت ما می است که گزینه صفر یا خروج مکمل نیروهای خارجی از افغانستان تا ختم سال 2014 یک وسیله است برای همچنانی که پروسه صلح گاهی به عنوان یک وسیله توسط حکومت و دولت مردان ما استفاده شده، مسئله چگونگی حضور خارجی در افغانستان هم به عنوان یک وسیله گاهی توسط زعما و رهبرای آمریکایی مخصوصا استفاده شده. ما فکر میکنم که در پیشاپیش امضا شدن قرارداد امنیتی میان افغانستان و پاکستان، آمریکا با طرح این مسائل که گویا ما احتمال از اینکه نیروهای خود 100% خارج کنیم، میخواین ما اهدافی را که در طرح امنیتی میخواین به او برسن او را قطعی و 100% بسازن. به می سبب است که حکومت افغانستان صحبت داشتن و اظهارات سخنگوی آقای کرزی بود که اینا بیرون نمیشن، چون محتوای جلساتی را که رئیس جمهور اشتراک میکنه و ما خبر میشیم گاهی اوقات ای است که امریکایی هم در صدد امتیازگیری هستن و یکی از وسیله های فشاری که اونا میتونن استفاده کنن مسئله بیرون شدن نیروهای خارجی به شکل چی میخواین؟ البته امریکا در صدد از این نیست که با بدست آوردن افغانستان پاکستان را از دست بده، همچنان که انگلیسی را نمیخواهد. پاکستان مولود سیاست های قرن 19 توسط طالبانی انگلیس است و در بسیاری موارد کمتر اختلاف نظر بین سیاست خارجی انگلیس و امریکا وجود داشته. البته در بحث پاکستان در این شکل نیست که شاید پاکستان یک همکار استراتژیک عمیق‌تر با انگلیس باشه به دلیل امید تولدی را که به اصطلاح سیاست‌های انگلیس پاکستان تولید شد، او قدر عمق استراتژیک که رابطه پاکستان و انگلیس داره به او اندازه با آمریکایی‌ها نیست، ولی پاکستانی‌ها تانستند که از موج‌های ایجاد شده در چند سال اخیر به نفع خود خوب بتانن استفاده کنن. اولین موجی را که اونا ایجاد کردن و از او تانستن به نفع خود استفاده کنن مسئله موجودیت شورای کویته در پاکستان است، رهبری طالبان در پاکستان، طالبان افغانی و طالبان پاکستانی، و ما شاهد بودیم که گروهی که ادعا داشت که اونا حرکت آزادی بخش هستن بر اسلام می جنگن در افغانستان و در منطقه با فرمایش در نهایت پاکستان و امریکا بیرق خود یک روز بلند کردن و روز دیگر پایین کردن. این نشان می ده که دقیقاً پاکستان طالب را به دست خود داره و امریکایی که علاقمند از این است که آبرومندانه از افغانستان بیرون شود ناگزیر است که با پاکستان تبانی داشته باشه. اگر خیلی کوتاه اشاره بکنم، حالا اگر بخوایم بفهمم که زمانی که آمریکایی ها میاین بحث امتیازگیریشون بیشتر مطرح است از اینکه مطرح میکنن که ما صفر میسازیم سربازان خود در افغانستان، چه امتیاز میخواهند؟ قطعنامه امنیتی یا موافقتنامه امنیتی؟ درست است که موافقتنامه امنیتی برای افغانستان هم یک امتیاز است، اما برای امریکا هم یک امتیاز است. با ایجاد پایگاه‌های دائمی امریکا در افغانستان، امریکا او اهداف طویل مدت استراتژیک که احتمالاً در آسیای میانه و آسیای شرق میانه تا داشته باشه، احتمالاً به او اهداف خود نزدیک میشه. سپاسگزارم. حالا در نهایتش با این بگو مگو در مورد حضور و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و نهایتش این بحث سردرگمی مبارزه با عراس افغانی که مطرح می شود، چی چیزی را میشه دست کم در آینده های نزدیک پیش بین بود؟ آقای کوستنی، من فکر می کنم که توافقنامه امنیتی امضا میشه با آمریکا. تا جایی که من خبر دارم مورد اصلی اختلافی که بحث مسئولیت قضایی سربازان بود موضوع به شکل بین حل شده. فقط آقای کرزی که در مذاکرات قطر کدام چوکی بر دولت افغانستان ندید عصبانیست و میخواه از این بحث یک ابزار سیاسی استفاده کنه، پاکستان و امریکا را وادار کنه که طالبان را مجبور بسازن بیان با دولت افغانستان صحبت بکنن، که البته این قضیه بیشتر به ارتباط به طالبان میگره تا امریکایی ها. بر صورت
ای که آقای کرزی فکر میکنه که امریکا نیازمندی امنیتی به افغانستان داره و از اینجا خارج نمیشه و باقی میمونه و باید از او امتیاز گرفت، باید ایره در نظر بگیره که نیازمندی امنیتی ما به امریکا به مراتب بیشتر از نیازمندی امریکا به ماست. بلان به جای از اینکه این پروسه را بسیار مغلق بسازن، بیشتر خوب است که منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرن و از این فرصت به خاطر ثبات سیاسی و ادامه امی دولت موجود و حفظ دستاورد استفاده کنن. شما هم چنین فکر میکنین؟ اگر سوال شما درست فهمیده باشم میدامه می گپ ما، بله در نهایتش این حرفی که از یک جهت افغانستان مطرح میکنه از یک سو آمریکایی ها و این را بیشتر جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای میگن چه خواب بود؟ خب اصولا من فکر کنم که همین گزینه صفر یک وسیله است، بلکه امکان هم است، یک امر ناممکن است. عراق برای ما بسیار واضح هست، اعضایی که شریک قدرت در عراق بودن نتونستن به نتیجه گیری برسن، تمام قوای بین المللی از عراق فارغ خارج شد، حال عراق دوباره صحنه جنگ شد. یک واقعیت داره. امریکا از چی فایده میکنه؟ بحث پایگاه یک پایگاه است، ولی من فکر میکنم که نیازمندی امنیتی ما قسمی که اشاره شد زیادتر است. و از طرف دیگه در صورت سقوط افغانستان می توصیات از سر خود احساسات داخلی امریکا هم باید قد به میتیم آکمش بسیار بلند خواهد بود، بسیار زیاد خواهد بود و فکر نکنم حاضر باشن از این مسئله دیرشان. در کل تصور میست که اگر عقل سلیم سر مسئله حکم کنه میست که مثلا ما باید یک توافق هم دراز مدت با جامعه جهانی مخصوصا با امریکا داشته باشیم که پیام خوب میرسونه. هی هم طاقت تاثیرگذار، مستقیما تاثیرگذار خوب تاثیرگذار خواهد بود سر سرنوشت بنیادگرایی و تروریسم در منطقه هست از یک طرف، و بالاخره من فکر کنم که هم به دولت افغانستان تا یک حدی و هم به دولت امریکا تا حدی اونم یک راه که در نهایت خود چه رقم ببینن، یک راهبرد قدمای بعدی خود به شکل چه رقم مطرح کنن امیر ثابت خواهد ساخت. آقای مهدوی من فکر میکنم که اعتبار برای مردم افغانستان بنا به دلایل عدیده‌ای که وجود داره و یک از اوست که برای مردم افغانستان مهرش شده که تمام امکانات پولی و مادی که حکومت و دولت افغانستان مصرف میکنه از درک کمک‌های جامعه جهانی و مخصوصاً آمریکایی است. به می دلیل است که اعتبار صحبت‌ها و مواضع آقای اوباما یا مجمع آمریکا پیش مردم افغانستان متأسفانه بسیار بیشتر از صحبت‌ها یا اطمینان‌های رئیس جمهور کرزی است. و این را امریکای دقیق درک میکنه، به این خاطر در آخرین حرکت عملا من فکر میکنم امریکای به دنبالی است که مردم افغانستان رو با کرزی مواجه بسازه. یک مسئله دیگه است که فکر میکنم به ارتباط این موافقتنامه هر دو کشور واقعا به او ضرر داره، هم امریکا به این ضرر داره و هم مردم افغانستان. اما من میخوایم یک نکته مقایسه بکنم، به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که امریکا به راحتی عراق بخواد افغانستان ترک کنه. چرا؟ مقایسه عراق با افغانستان یک مقایسه خیلی دقیق نیست. ببینید شما موقعیت استراتژیک امریکا در عراق اگر دقت کنید، کشور ترکیه است، عربستان است، اردن است و تمام کشورهایی که است، منافع امریکا در یک قسمت تامین است. این که امریکا در عراق پایگاه داشته باشه نداشته باشه چندان تعیین کننده نیست. و یک نکته دیگر نباید فراموش کنیم که امریکایی‌ها متوجه یک نکته بود که 80% یا 75% جمعیت عراق شیعیانی هستند که متاثر از ایران است، تمامی جناهای سیاسی از اونها. و امریکایی را احساس کرد که بهتر خود از عراق آرام و آبرومندانه بکشه، چون این احتمال وجود داشت که یک جنگ جدی در اونجا علیه موازی امریکایی شروع شود. اما موضوع افغانستان فرق میکنه. افغانستان دروازه ورود امریکا به آسیای میانه و تهدید منافع روسیه است. افغانستان دروازه تهدید چین هست به عنوان قدرتی که به شدت آمریکا را عصبانی ساخته. افغانستان دروازه ورود آمریکا به هند است. افغانستان در بیخ گوش ایران قرار داره و من فکر میکنم که خود قناعت داده نمیتونم که آمریکا افغانستان را به راحتی عراق ترک بکنه. من فکر میکنم این آخرین ابزارهای فشار آمریکایی است که آقای کرزی متقاعد بکنه که از شرط‌های خود دست برداره. من صحبت آقای ریگستانی رو تایید میکنم که در هر صورت این موافقتنامه امضا میشه. سپاسگزارم. خانم کوفی، من هم به این نظر هستم که مسئله عراق و افغانستان دو گزینه متفاوت است. یعنی در عراق به کدام دلیل امریکا رفت؟ به این دلیل که اونجا تصور میشد که سلاح کشتار جمعی وجود داره، اما وقتی عملا رفتن دیدن که اونطور یک چیز نیست. بنان شدیداً در مقابل ذهنیت عامه و در مقابل نهادهای منتخب خودشان در امریکا و انگلیس واقع شدن. حتی امروز هم که تونی بلر دیگه صدر اعظم انگلستان نیست، شما شاهد پیگیری دوسیه تونی بلر در پارلمان انگلستان هستین به دلیل مداخله نظامی که در عراق داشتن. دوم، در عراق مسئولیت قضایی برای نیروهای امریکایی
آشنایی داده نشد، به می خاطر بیرون شدن. در افغانستان ما فکر میکنم که دیگه اختلاف تنها چیزی که آقای کرزی میخواهد تدویر لویه جرگه است که از طریق لویه جرگه مشروعیت به تبع تصمیم خودش برای دادن مسئولیت قضایی برای آمریکا، و در افغانستان کمتر مخالفت برای امضای قرارداد امنیتی و بودن نیروهای خارجی وجود داره. آل برخوردهای سیاسی فرق میکنه. سیاسیون گاهی به خاطر مطرح کردن اهداف شخصی خودشان احتمالاً از حضور نیروهای خارجی به منظور سیاسی استفاده کنند، اما در کل ذهنیت عامه به می است که ما یک به یک رابطه خوب و تعریف شده با جهان ضرورت داریم، و بر اساس همین رابطه خوب و تعریف شده نیروهای خارجی در افغانستان نیاز است که باشه به دلیل تهدیدهایی که از همسایه‌ها بر ما میآید، و این چیزی است که در عراق وجود نداشت. در عراق صرف نظر از یک کدام گروه مذهبی بود، مردم عراق شدیداً مخالف حضور نیروهای خارجی بودند به شمول حکومت، به می دلیل بود که حکومت نتونست مسئولیت قضایی بده. بنان گزینه صفر فکر میکنم یک وسیله است باز هم به این خاطر که هر دو طرف از سوء استفاده شخصی خود از قرارداد امنیتی بیرون شوند، بلکه لبنان یک طرح ملی دو دولت بدانند. سپاسگزار از خانم فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان، آقایان عمر شریفی، آقای رابطه بین الملل، سالم محمد ریگستانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، جعفر مهدوی، استاد دانشگاه. سپاسگزار از شما که تا حال بینید این برنامه بود. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.